سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و روان درمانگر جنسی هستم. در این برنامه به سوالهای شما در مورد روابط جنسی پیش از بارداری میپردازم. از نظر جنسی توصیه که من میکنم اینه که هر گونه مسئله‌ای که دارین، حالا از نظر لذت بردن، از نظر همدلی جنسیتون، از هر نظر، اینو حل بکنین اول، به یک الگوی سالم رابطه جنسی برسین، بعداً برای بچه دار شدن تلاش بکنین. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر شما با یک الگوی ناسالم، یا اینکه اصلا قبل از اینکه همدیگر خیلی خوب بشناسین، یه دفعه وارد این فاز جدید زندگیتون و فاز جدید زناشویی بشین، بعد از اینکه بچه بیاد یک سری چالش‌های برای همه زوج‌ها وجود داره و زوج‌هایی که اون پیشینه رو ندارن با هم، خیلی سخته که بتونن برگردن و یک رابطه درست جنسی رو با هم دیگه شکل بدن. حالا این زوج این تصمیم رو گرفتن و میخوان که برای بارداری تلاش بکنن. یه چیزی که مهمه اینه که خیلی به صورت مکانیکی این قضیه رو در نیارین. چرا؟ اون قسمت قضیه رو که من میبینم، خانم یا آقا به من مراجعه میکنن، میگن که من احساس میکنم که فقط به تبدیل به یک ماشین بچه درست کنی شدم، یا آقا یا خانم هر دو، که یعنی ما سر یه ساعتی از تقویم ماه ما باید با هم رابطه داشته باشیم، اینجوری باید با هم رابطه داشته باشیم، وگرنه اون پنجره یا بازه زمانی رو از دست میدیم و خب دیگه مثلا اون حالت تخمگذاری خانم از بین رفته زمانش و ما نمیتونیم دیگه بچه دار بشیم. بعد این وقتی که یه مدتی طول میکشه، چون از زمانی که زوج اراده میکنن تا که میخوان باردار بشن تا زمانی که باردار بشن به طور متوسط یه سال طول میکشه. به خاطر همین شما فکر کنید که یه سال چه الگویی رو شکل میدین که هر وقتی که تقویم گفت یا مثلا خانم تخمگذاری داشت ما با هم رابطه داریم. بعد رابطه جنسی منوط فقط به دخول میشه، در صورتی که زوجا در این صورت خیلی اشتباه میکنن اگه فقط به این موضوع بپردازن. چرا؟ چون زمان بارداری بعضی راحت نیستن، احساس میکنن خانم راحت نیست، آقا میترسه که به بچه یا خانم آسیب بزنه، حاملگی پرخطر، اصلا نمیتونن رابطه داشته باشن، به دلایل مختلف ممکن نخوان دخول رو تجربه بکنن. بعد اگر شما برای یه سال قبلش فقط محدود کرده باشین خودتون به دخول، بنابراین اونقدر طیف گسترده ای از روابط یا اون رفتارهای جنسی با هم ندارین که تجربه بکنین. بنابراین سعی بکنین که از همه وجود هم لذت ببرین، دخول هم یه قسمتی باشه براش، و معمولا زوجی که سه بار در هفته به صورت منظم رابطه جنسی دارن، بدون محافظت، بدون کاندوم، بدون هیچ گونه وسیله جلوگیری، معمولا سر یک سال باردار میشن. حالا اگه بهتر تنظیم بکنن خب شاید مثلا زودتر باردار بشن، و اگرم که این حالت پیش نیامد بعد از یک سال میتونن برن به پزشک مراجعه بکنن، آزمایشات لازم رو بدن. ولی اینم باز هول نشین که اگه بلافاصله باردار نشین، چون بعضیا فکر میکنن همون ماه اول دیگه ما تنظیم کردیم و باید بارداری اتفاق بیفته. یا اینی که مثلا زوج میپرسن که چه نوع پوزیشن یا حالتی رو باید ما بگیریم که شانس بارداریمون رو بالاتر ببریم. بهترین توصیه که من میتونم بهتون بکنم اینه که باید توی یک حالتی باشین که هر دو راحت باشین، در به قول معروف بیشترین لذت رو ببرین، و اینی که ریلکس باشین، این بیشترین شانس رو براتون ایجاد میکنه. ولی پوزیشن ها یا حالت هایی که دخول عمیق‌تری دارن معمولا گزارش شده که بیشتر میتونن به قول معروف درصد بارداری رو بالا ببرن. یکی دیگه، آیا مردها هم باید نکاتی رو رعایت بکنن که در سطح باروری خانم بالا بره؟ مثلا اینکه اگر یک آقایی خب مثلا مشروب دارن خیلی مصرف میکنن، مشروبات الکلی یا مواد مخدر، کیفیت، مقدار و توانایی اون اسپرمی که دارن میاد پایین. این خیلی طبیعیه و نظر علمی هم ثابت شده. بنابراین یه زوج نباید فکر بکنن که بارداری فقط برای خانم هاست. برای همین احتمالا متوجه میشین که زبانی هم که من استفاده میکنم این نیستش که فقط بگم خانم باردار میشه، میگم که زوج وقتی که میخوان باردار بشن، چون به هر حال هر مسئول مسئولیت هر دو نفرشونه، همینی که یه راهی که با هم دارن به پیش میبرن. امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید حداقل تا یه حدی، و تا برنامه بعدی تندرست و شاد باشید.